تراسی والان موشه مراشای رب یعقوب اونه لخا خاوه برای خودت رفیقی کس کن بخر. حقیقتا در اکثر موارد انسان نمیتونه که کامل بشه و خودشو توی موضوع به کمال برسونه بدون کمک دیگران. و اگر فهمده آخرم در پیکاوت پیره قدرت میشنا واب اونه لخا خاوه برای خود رفیقی کس کن. اینا که همچنین در مورد موضوع ایراد شامعیم این موضوع کاربرد داره. گفته شده این اخطار نگاه که در گفتار ربنو یونا در مورد این میشنا و متاسفانه ایراد شامعیم ترس واقعی از خدا از مواردی نیست که به صورت معمول بر اساس اون پایه‌گذاری شده باشه رفاقت افراد به صورت کلی و حتی در رفاقت و دوستی که بین کسانی که اهل توره هستن و کسی که میخواد که صحبت کنه و قلب رفیقش و تشویق کنه اون رو در یه چمعیم عموماً غریبه حساب میشه در نظر رفیقش که اوه اینم حالا چی ها میگه و سره چی داره. و حقیقتاً قرار میدیم جلو رومون گفتاری که در سفره اومده در پارشه هرزینو حساب پاسخ تورات هرزینو دواریم رامدویت کافتر لو هاخمو یسکی رو زد ای کاش که عاقل می شدم این موضوع رو درک می کردم. و اونجا در سفره می فرماد اگر دقت می کردم جامعه ایسای در کلام تورا که داده شده به اونها مسلط نمی شد به اونها هیچ امت و زبانی. و من آمرتی لاهم قبل علیخم و چی گفتم به اونها چیه که میگیم حالا با دقت و کلام تورا نگاه بکنم اون موقع که هیچ امت بهشون مسلط نمیشه. قبول کنید بر خودتون یوغ حکومت الهی رو و همدیگر رو کمک بکنید به چربون در راه ایراد شامعی. همه چی حول محور حالا ایراد شامعی که برگرفته از اموناست اصلا فرد ایمانش درکش شناختش از خدا بیشتر باشه در کنار اون ترس واقعیش هم ترس از بزرگی از عظمت خدا هم نزد او بیشتر خواهد. به همین خاطر برای موشه ربنو ایراد شامعی خیلی خیلی بیشتر از ماست. داستان تعریف میکنه که از بزرگان برای خودشون از بزرگان رسیدیم هستن و رسیدن به جایگاهشون هم کار هر کسی نیست دور از انتظار هست. یک بار کلی تفیله هم میخونه که حداقل اگر برای لحظه ای هم شده دقیقه ای هم شده یه ترسی از عظمت الهی شبیه ترس مثلا نبیین داشته باشه. تو خواب بسیار میدن که این در حد اندازه تو نیست، تخفیف میده در حد تنهایی باز جواب منفی میگیره، امورایین باز جواب منفی میگیره، اگه تو مرمه رو میاد اخوانی سبورایین گیونیم تا نهایتا میرسه به حارانبام. حارانبام بوده 800 سال پیش. یکی رو میپذیرم اما موقعی که اون لحظات اون ترس از خدایی که حرامبام داشته بریشون قرار میگیره اصلا از حال میره، داشته جون از غالب از بدن تویی میکرده که این برایش قابل تحمل نبوده این میزان. وقتی که آدم فکر میکنه به عظمت و بزرگی خدا، این تازه در مورد که از افراد خیلی خیلی بزرگ گفته شده دیگه چه برسه ما. و این جنبه ایست که به همی خاطر تاکید میشه که این نکته چون که گفتم همه اعمال و رفتار ما تک تاثیر ایراد شامعیمه. آدم تو خلوت خودش اون چیزی که تأثیر گذاره اینه که چقدر خدا رو حاضر و ناظر میبینه. بیتنه گوزه ادزه و رفتار کنه با همدیگه با گمیلو دستانیم. پس سابقه اون چیزی که در سفره میگه کامل موفقیت و پیروزی هست یوق حکومت خدا رو بپذیره، یعنی در لحظه به یاد خدا باشه ایمان داشته باشه، به دیگران هم کمک کنه در راهی رچامعین بیاب و گمیلو اصدادی. تا اینجا گفتار سفره یه صد نفلا و در واقع یک پایه شگفت‌انگیزی رو به ما یاد دادن خانمزار که پذیرش یوق حکومت الهی به صورت کامل اون فقط و فقط از این راهیست که یکی به دیگری کمک کنه که به این درجه برسه. ما انسان ها به هر حال تحت تاثیر اطرافیان و دور و بریامون هستیم. یک انسان توی محیطی دوست و رفیقایی داشته باشه که اهل ایراد شامعی باشن خیلی متفاوت میشه
تا حالتی که این شکلی نیست. اما که تعجب کرده تو کسی میمستم میگن من دو روز مثلا تو یشیوا بودم اصلا یه حال هوای دیگه ایتاش، حال هوای سر واقع اون حال هوای ایرچامعینه که متفاوت میشه از سوالی جای دیگه. مثل اون ایامی که به تنویداش آباد بودن اسرائیل برای شارشگاری میرم اصلا تو به تنویداش اصلا آدم های دیگه ای میشدم. به خیلی نقبه و همینطور تعیین شده برای دورهای بعدی که هر باری که ما قبول میکنیم بر خودمون یوغ حکومت الهی رو اگه انسان بهش فکر کنه، ما هر روز از تراتن از شما واسم دو بار قریه شمع بخونیم و خوندن شمع اصلش اینه که شمع ایستر از این های خواد ما قبول داریم به پذیری سایر خدایی که ما بمنال خالمون قبول داریم و خدایی یکتاست. الان ما میشناسیم یه زمانی میرسه که همه آدم های روی زمین به وجود خدای یکتایی خدا پی ببرن. این پذیرش یوغ حکومت الهی است که انسان باید که قبول داره که خدایی داره که اون خالقشه، اون حاکمشه، پس باید تابعیت بکنه. و اگه دقت بکنیم در واقع ما وقتی میخوایم یوغ حکومت الهی رو بپذیریم تنهایی نمیپذیریم. چی میگیم؟ شما اسرائیل آی بغل دست من، بغل در خواهر من، تو هم بشنود، تو هم قبول کن، چرا که ما همه یک پارچه هستیم، یه مجموعه هستیم و قبلا هم قول داده شدیم شکر هم زکه طلبیم که کسی که دیگران رو مزکی میکنه کمک میکنه که برای خدا نزدیک بشن. این خط با الیادو خطایی به دستش نمیاد، ترمون نسخه دیوما به زنیمو داره امیدو یرسه و کسی که تمایل نداره که مزکی کنه در اجرای این قول و کیه که دوست داشته باشه که به این درسه، آیا کمی که کمکش کنن که دوچار خطا نشه. بنابراین بوده ماست که سعی بکنه با تمام توانمون که هم خودمون در رو چند قدم برداریم هم در عده توانمون دیگران رو رفیقمون دوستمون رو مزکی بکنیم به این جمعی را چامعی. یکی ارخان تیخون دارم وقت که به همدیگه میرسم مثلا بگم از اونها این واخیم یادآوری هشمه، خدا با شما باد، اون جواب ده یوارخا هشم، خود شالوم کردن که یکی از کنیه های هشمه، همه براخایی که تیخون داده شده همه یادآوری خدا. این در واقع این موضوع به یاد خدا بودن، باور داشتن و رسیدن به اون ترس واقعی از هشم هست. و اگر دیگران دور هستن از ما تأثیر میذارن در معرفتن و عناقتن، حتی اونایی که از ما دور هستن وضعی اگر ما به درستی رفتار کنیم تحت تأثیر ما قرار میگیرن و نسبت به اونایی که نزدیک هستن ما موظف هستیم ما که صحبت کنیم با اونها و در رای رچانی اونها رو قوت ببخشیم. از اون که پاسو در ملاخی گیمیل تتزنین فرماد آز نید برو یری ادنای ایش ال رهو، آن موقع سخن میگن ترسندگان خدا فردی با رفیقش. و به دنبال این پاسخ چی میگه ناوی؟ از جان ناوی قول داده شدیم که و یخشه مشه مشه خدا توجه میکنه، حرف اونا رو میپذیره. و اگه دقت بکنیم سخنان تا کجا میرسه، به نظر میسه از میان گفتار گمارا مسخه دیوما پیوا و مدارد در مورد گناه هیلولشم که ریبیانا میفرماد که هیلولشم چجوری شبیه حتما که ضربتا هم باید گناه بزرگی باشه. ریبیانا میفرماد که گون انا آدمی مثل من اگر چهار قدم بدون تورات فیدین قدم برداره این هم نوعی دورشنه. میگم بیا این هم که آخامه حالا قدیبا رست بوده از صبح که تفیلین بستن تا قدب آفتاب تفیلین رو داشتن، اگه برن دستشوی بیا دوباره میبستن، اگه تفیلین نداشته یعنی حالا کار خدا رو گذاشته کنار. این هم میتونه ایلولشن بشه. و اون مدیر اگان از صدیر بی ازیاو الیزر کاهان زخ صدرواخا عادت داشت که دقت بکنه موقعی که یکی از امرائیم درخواست میکنه نمونه رو در مورد گناه همیشه پیدا میکنی میگه کگون انا، مثلا اینجا گن هیلولشم چه جوریه، میگه کگون انا مثل من و دقت کن یش لعین، یعنی هر کسی باید بسنجه تو رفتار خودش که چه نکات ریزی میتونه هیلولشم بشه و یش لعین باید دقت کرده عطر مطب چرا حقیقتا
قدم بعد ریانم بدون تورا. و توضیح رشیزار چی شده که ریانم که چهار قدم بدون تورا تفیلیش رو کنار گذاشته؟ به این اکبر همه خبر ندارن که الان مثلا ضعف کردم، سردرد گرفتم، نمیتونم تمرکز حواس داشته باشم. هست برحال اونم خستگی کوفتگی یا جنبیدگی هست، ولی مردم که نمیدونن که میگن بیا این هم که حاخامشه اینجوری یاد میگیرن از من که باطل میشه از تورا. و این یک نکته هیدوش سهمناکیه تا چه حد ظرافت و ریزکاری که حتی به خاطر که دیگران ناخواسته ممکن از رفتار انسان یاد بگیرن، اونم یه برداشت اشتباه، فردا روز دبیهانان نامی باز خواست بود که آقا تو چرا این کار کردی که دیگران برداشت اشتباه بکنن. و حالا دید مثبتش نگاه بکنیم، اگر نه که میداتوبای هشم بسیار بیشتر از میدارا آس که حداقل 500 برابره، تا چقدر بزرگ اونا که سعی و دقت میکنن در عبادتشون که وسیله برای قیدوش هشم باشن، با شیوه گفتارشون، رفتارشون، عملشون نشوندهنده یه گیرت شمعین باشن. سر یه مسئله میشه میگه من حتی اگه همه پول دنیا باشه من حاضر نیستم یک کلمه دروغ بگم، که من حاضر نیستم به خاطر مثلا منافع مالی سود فلان اینا شبا زیر پا بذارم، قبل از تفیلا بیام سر کار نه، من تفیلا هم میخونم یه آموزش تورای بعد. اگه واقعا اینو از روی باور قلبیش میگم، میگه خود به خود دیگران تاثیر میذاره، این وسیله قیدوشاشه میشه، نشون میده که تا چقدر گیرچانه داره، در واقع داره با گیرای زندگی میکنه. هم که بارا گفتیم واقعا علی فرما سعدی به اموناتویه، نمیگه سعدی یشلو امونا، سعدی ایمان داره، بلکه سعدی با ایمانش زندگی میکنه، یعنی تو لحظه لحظه زندگیش امونای دیده میشه، ترس از خدا دیده میشه، تا حدی که همه دنیا میبینن و یاد میگیرن از اونها. و صد البته موقعی که انسان عملا با شیوه رفتارش در میان نزدیکا دوستاش تو جمعی که هست این تأثیر رو میذاره. حالا در ابتدا در مورد ایام شبابی صحبت کردیم که ایام گولا هست، ایام گولا و واسه در چامعیمه که اینا مسوگالیم خاصیت زیاد دارن، بسیار زیاد دارن که قوت ببخشن در موضوع گیرا عملا، مگر نه که شکی نیست که هر یکی تمایل داره و میخواد حقیقتاً که آدم یه رشام این باشه. امیدازو این جزء اصلا ذات انسانه، هر آدمی میگرده یه جورایی خودشو به خدا نزدیک کنه، شبیه کنه. حالا بعضی متأسفانه مسیر رو انحرافی میرن، یاد خاکی میزنن. امیدازو تیفتور و این خصلت تعبیر میکنه چندین و چندین مشکلاتی که ما برخورد میکنم با اونها، مثل مراقبت دقیق و ترتیب آموزش تفیلا و نظیر اونها. چطور باز مثلا یه مونی میخواد که به خانمش بگه آقای خانم دیر شد بدو فلان، برای که دست دو تراس هم میگه دیر شد، یعنی بالا وقت داریم، حالا امروز هم نرسیم چیز نمیشه. برای تفیلاش چی؟ کیش لا دعت در که باید بدونه که شئن حق باتا در یشیوا، حالا سختگیری هایی که توی یشیوا میشه نظم که هست، اینا بی خود و بی جهت نیست، به خودی الان نیست که فکر کنم مدیره ناظمه مشکیه خواسته میخواد بگه آه من حرف منه، بلکه میخواد اهمیت موضوع رو به اون شاگردا آموزش بده که کلاس تورا چقدر ارزش داره، که یه دقیقش هم که هیچ، یک ثانیهش هم مورد محاسبه قرار میگیره. و اینا اساس و پایه هستن در مورد کسی که میخواد حقیقتا یاره به خاری لیدار هشم، ترسان و لرزان باشه برای کلامشه. و این دستور وظیفه است، و به خصوص وظیفه که امروزه بیشتر خودشو نشون میده، چرا که تو این دور زمان ما متاسفانه خیلی از آدم ها از اون روی ایرچانی ترس از خدا فاصله گرفتن، منیته، خودخواهیه، لذته، من اینو میخوام، من اینو دوست دارم، من یه جایی آسوشانم برای خدا باقی نگذاشتم. اما ما که میدونیم که خدا که تغییر پیدا نکرده آسوشانم، خدا همون خداست، ما هستیم که متاسفانه تغییر پیدا کردیم. پس جا داره که از خدا بگردیم راه روشی که ترس واقعی از خدا رو پیدا بکنیم. حالا گفته آرا بودم، خب الان ما تو ماه ایلول هستیم و ما
نزدیک شدن به روز دین، خود به خود همه برانگیخته میشن. کسانی که شاید طی سال هم شما تو کلیسا نمیشون میبره سدیو پا میشن میان شب صبح، این یه روح جدیدی که تو وجود همه برانگیخته میشه و این فرصت مناسبه که آدم ازش استفاده کنه. و اگر ما هم انتظار بکشیم و دقت بکنیم این رو، اگر آماده بکنیم فکر و ذهنمون قلبمون رو هر لحظه، اونقدر که در قلب ما هم ترس الهی، ترس واقعی خدا ساکن میشه. باشه باشه، ما اگه نابی نیستیم بنه نبیم هستیم، معمینیم بنه معمینیم هستیم، به عود نشبی هم. و اون موقع هست که میتونیم نه به صرف گفتارمون باشه، به رفتارمون، عمل کردمون به دوروبری ها، نزدیک ها و دورها تأثیر بذاریم. و مسلمن اون موقع هست که زندگی ما و اطرافیان ما وقتی که با دید ترس از خدا نگاه میکنی کاملا متفاوت میشه، که از دورا دورم قابل تأثیر از دو که انشاءالله ما هم در این را به درستی موفق باشیم.